سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. در بحبوحه جنگ جهانی دوم، در زمانی که نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای انگلیس از جنوب و غرب ایران رو به اشغال خودشون درآورده بودند، در حالی که رضا شاه مقتدر رو به تسلیم و استعفا و تبعید وادار کرده بودند، محمد رضا شاه جوان در 22 سالگی مملکت اشغال شده و ویران شده از جنگ رو تحویل گرفت. من هرگز در این 37 سال نیدم، در مطالعه این 37 سال، که شاه کاری آمدن آلمان علیه ایران بکنه. به نظر من خیلی ایران بکنه. او شاهی وطن پرست و خیرخواه بود، اما وجود دیکتاتوری فردی رو لازمه پیشرفت مملکت میدونست، همونطور که در زمان پدرش پیشرفت سریع مملکت رو مشاهده کرده بود. از جمله اقدامات او یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی بود که با عنوان انقلاب سفید معرفی شد، از اصلاحات ارضی و ملی کردن جنگل‌ها و آب‌های کشور تا اعطای حق رأی دادن به زنان و حقوق برابر سیاسی بین زنان و مردان، تا تحصیلات رایگان و بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان. میگم که خاندان پهلوی یک ایران در حال از هم پاشیدگی رو، ایرانی که واقعا دچار فقر و فاقه بود، تحویل میگیرند در 1925 و در 1979 یک اقتصاد بسیار قدرتمندی رو، یک جامعه در حال تحولی رو، یک جامعه که در 10 سال آخر سلطنت شاه یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی رو داشته، تحویل میدن. پیشرفت ایران در دوران محمد رضا شاه هم چشمگیر و قابل ستایش بود، اما او با پدر خودش رضا شاه دو تفاوت کوچک اما مهم داشت. اول اینکه او برخلاف پدر اعتقادات مذهبی داشت که این در تصمیم گیری های او مؤثر بود، و دوم اینکه او همچون رضا شاه مرد جبهه و جنگ نبود و از اسیر شدن به دست دشمن می ترسید. به تعبیر من او ناخدای خوبی برای کشتی ایران بود، اما شناگر نبود و از دریای طوفانی می ترسید. او داستان نیکولای دوم تزار روسیه رو شنیده اید؟ در انقلاب روسیه شورشیان بر علیه او قیام کردند و تزار و خانواده او رو در کاخ خودش اسیر کردند و سرانجام تزار به همراه خانواده اش به دست شورشیان تیرباران شدند. به نظر من شاه همیشه از چنین سرنوشتی برای خودش واهمه داشت. برای همین در مواقع خطر خیلی زود به فکر فرار می افتاد. به عنوان مثال در زمانی که دکتر مصدق نخست وزیر ایران به دنبال گرفتن قدرت از دست شاه بود، در 25 مرداد 32 شاه دست به کودتا بر علیه مصدق زد، اما قبلش پایتخت رو ترک کرده بود و شرایط رو برای فرار خودش به خارج از کشور مهیا کرده بود که اگه کودتا شکست خورد فوراً فرار کنه تا یه موقع اسیر مخالفان نشه. اتفاقا مصدق ایستادگی کرد و کودتای شاه شکست خورد. بلافاصله شاه به ایتالیا گریخت و سه روز بعد با کودتای 28 مرداد، وقتی که کنترل همه چیز به دست نیروهای شاه افتاد، اون وقت شاه به کشور بازگشت. مخالفان شاه ایران از دو ایدئولوژی بهره می بردند، اسلام و کمونیسم. در هر دو ایدئولوژی هم عده‌ای مسلحانه به صورت سازمان‌های تروریستی بودند، مثل مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی، و هم به صورت تئوری و بدون خشونت با شاه مخالفت می‌کردند، هم مثل جبهه ملی. شاه ایران تمام قد در مقابل ایدئولوژی کمونیسم به مقابل ایستاد، اما در باور خودش ایدئولوژی اسلامی رو به دو نوع اسلام تقسیم کرده بود، اسلام بد و اسلام خوب، و این باور به نظر من بزرگترین اشتباه شاه بود. او این باور اشتباه در روشنفکران به اصطلاح دینی امروز هم دیده میشه، اینکه میان اسلام رو به دو نوع اسلام بد و خوب تقسیم میکنند. دکتر سروش اسلامی رو پشتیبانی میکنه که در اون احکام قرآنی اجرا نخواهد شد،
و دکتر نراقی از اسلامی میگه که در اون حتی هم جنس گرایان هم آزاد خواهند بود. نمیدانند که پشتیبانی از هر تفسیری از اسلام موجب حفظ کل تفسیرهای اسلامی میشه. نمیشه اسلام رو حفظ کرد ولی راه رو به تفسیرهای مختلف از اون بست. بگذاریم و بگذاریم. گفتیم که شاه به اسلام بد و خوب باور داشت، اسلام تندرو و اسلام معتدل. شاه وقتی از ارتجاع سرخ و سیاه نام می برد، منظورش کمونیسم و اسلام تندرو بود. اسلام تندرو تعداد اندکی آخوند بودند که تمام دغدغشون این بود که یه موقع اسلام توریش نشه، بلایی سر حیثیت اسلام نیاد. اسلام تندرو اونا از حق رأی زنان و برابری سیاسی زنان و مردان واهمه داشتند و اون رو خلاف اسلام می دونستند. برای همین به سخنرانی بر ضد اقدامات شاه می پرداختند. همین آیت الله خمینی و طالقانی و منتظری و غیره. در مقابل اون اسلام معتدل بود. مشتی آخوند کم توقع بودند که در مساجد و گاهی در خونه های مردم روزه امام حسین میخوندند و پولی میگرفتند. بر سر قبر درگذشتگان مینشستند، قرآن میخوندند تا صدقهی بگیرند. اون بالا بالایی ها هم پول خمس و زکات میگرفتند. شاه با این اسلام معتدل مشکلی نداشت. فکر میکرد که این اسلام معتدل پشتیبان نظام نظام شاهی هست و مانع بزرگی بر سر راه ترویج عقاید کمونیستی و مانعی برای اسلام تندرو میدونست. و از اون طرف جبهه ملی هم بود که اونها هم با اقدامات شاه مخالف بودند. شاه اصلا از اونها خوشش نمی اومد، چون مصدق هم از اونها بود و یک بار تا پای سقوط نظام و فرار شاه پیش رفته بود. خلاصه شاه ضمن مقابله با اسلام تندرو به گسترش اسلام معتدل کمک میکرد. دست آخوندها رو برای مدارس دینی و گرفتن وجوهات شرعی باز گذاشته بود و کنترلی بر اونها نداشت. در تمام مناطق شهری و روستایی مسجدی ساخته شد و برای آخوندها پایگاهی در میان مردم شد و عموم مردم به حرف آخوندها گوش میدادند و به گفته های اونها باور داشت. جبهه ملی که میدید مردم رو میشه از طریق مذهب به هر سو کشاند، در پشت آیت الله خمینی در آمدند و از طریق او با اقدامات شاه مخالفت کردند. و از طرف دیگه برای تحت فشار قرار دادن شاه دست به دامان امریکا شدند. امریکا هم از سیاست های نفتی شاه که هی قیمت نفت رو بالا می برد نگران بود و برای ایجاد فضای باز سیاسی به شاه فشار آورد. در حالی که در اون دوران مراجع تقلید آیت الله گلپایگانی و مرعشه نجفی و خویی و اینها شناخته شده بودند، به یک بار نام آیت الله خمینی هم در صف مراجع تقلید شیعه قرار گرفت و او مردم رو بر علیه حکومت شاه برانگیخت. آخوندهایی که دعاگوی سایه شاه بودند حالا احساس می‌کردند که می‌تونن حکومت خودشون رو داشته باشند. با یک شبکه پرنفوذ و آماده در سرتاسر کشور مردم رو بر ضد شاه شوراندند. خدمات شاه یه جوری به عنوان خیانت شاه به مردم تعبیر شد. هر روز بر در و دیوار شهرها اخبار دروغ از به خاک و خون کشیده شدن مردم توسط نیروهای ارتش شاه نوشته می شد. مردم دیگه شاه رو نمی خواستند و نام خمینی رو سر می دادند. خمینی برای مردم یک شخصیت قدیس شده بود. دیگه دیدن تصویر خمینی بر ما هم چندان مسخره به نظر نمی رسید. شاه که کل جریان انقلاب رو از طرف غرب می دونست، در اون روزها با بیماری سرطان دست به گریبان بود و توان مقابله با غرب رو در خودش نمی دید. در 26 دی ماه 57 شاه ایران رو ترک کرد و با دخالت آمریکا ارتش شاه اعلام بیطرفی کرد و در 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. ایران
ایران ثروت زیادی داشت، جوانان زیادی داشت و آیت الله خمینی همه رو برای رؤیاهای اسلامی خودش هزینه کرد، برای نابودی اسرائیل و برای برقراری امپراتوری شیعیان در جهان. ما مردم در زمان انقلاب فکر می‌کردند که جمهوری اسلامی چجور حکومتی هست؟ خب مردم در کل مذهبی بودند، کدوم مسلمان از احکام خدا بدش میاد؟ چه قانونی بهتر از قانون خدا و قرآن؟ و از نظر مردم روحانیون قشر پاک و کم توقعی بودند. او چه کسانی برای حکومت بهتر از این روحانیون؟ اونا که به دنبال تجملات و مال دنیا نیستند، فکر می کردند با احکام اسلامی همه خوبی ها نصیبشون میشه. به یک بار مملکت گل و بلبل میشه و مردم فریب دین خودشون رو خوردند و به این ترتیب دنبال روی آیت الله خمینی شدند و هرگز گمان نمی کردند که این آخوندهای روزخون دوزاری این گونه در ثروت اندوزی و چپاول اموال مردم با هم دیگه رقابت کنند. واقعیت اینه که ماهیت آخوندها و نقش مذهب اینه و اسلام ورژن خوب و بد نداره، همش همین مصیبتیه که میبینید. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.